پاسخ سهیل پیکان به خوشحال سعادت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دلیبرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: خوشحال جان، اگر خاطرات بلاک های هوایی مخصوصاً کرن بلاک 14 را به یاد نداری که به یادت بیاورم. رفیق های همان دوران الحمدلله حیات هستند. دزدی هایی را که در دوره تصدی امنیتی محافظت آمه کردی، اگر می خواهی با اسناد نشر کنم. 1,000,000 افغانی از عواید محافظت آمه را که به نام پول اپراتیوی ماهانه دزدی می کردی، از هان هم اسناد موجود است که هرگز غرض تشویش پرسونل دادن نشد. اگر فراموش نکرده باشی، در ماه رمضان برنامه افطاری 100,000 افغانی از پول محافظت کمک کردی. همان پول را هم از تصدی دزدی کرده بودی که اسنادش نزد رئیس مالی موجود است. شناخت من با شما از دوره اول طالب است که آن زمان به نام بچه بیوه یاد می شدی. مطمئن هستم که خاطرات تلخ کرن فراموشت نشده. اگر فراموش کردی که لالا زبیح بنشیری را بگویم به یادت بیاورد. زمانی که در قطعات خاص مامور بودی، اگر فراموش نکرده باشی، وقتی در ساحه اوزه هفتم انتحاری وارد بلاک ها شده بود و خودت در اثر اصابت گلوله زخم برداشته بودی، ما پرسونل نظم عامه به سر وقت تو رسیدم. اگر نه حال در جهنم بودی. بعد از همان حمله قماندان ما از خارجی تقاضا کرد که قطعه خاص را با تجهیزات زیرهی اکمال کنند که چنین هم کردند. اما تو هویت فروش همان تجهیزات را فروختی که اسناد فساد تو اکنون در دادگستری موجود است. چگونه به خود حق می دهی؟ این گونه گستاخانه در دانشگاه گمبریج علیه کسانی که سالها عزت و شرف قوم و خانواده ترا حفظ کردن یا وگویی کنی. در همین حال و نقل از صفحه رسمی 8 صبح: مردم را از عدالت بیزار نکنید. حکومت سرپرست طالبان در دهم قوس سال روان کار شیوه معاشات کارمندان دولتی را نهایی کرد. بیش از آن کار روی کار شیوه و در جریان آن مسئولان طالبان بارها بر ناعادلانه بودن معاشات در گذشته تاکید داشتند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در هفتم قوس و تنها چند روز پیش از همگانی شدن این کارشیوه گفته بود که طالبان تلاش می کنند تا معاشات کارمندان دولتی را به گونه عادلانه تنظیم کنند و لزوم دیده ها را از بین ببرند. اکنون که طالبان کارشیوه معاشات را نهایی کرده اند، عدالتی در آن دیدن نمی شود. در کارشیوه طالبان که به وزارت مالیه رسیده است، کارمندان پایین رتبه ملکی همچنان معاش ناچیز می گیرند. بر اساس این کار شیوه، کارمند پوست 8 حدود 5,000 افغانی، کارمند پوست 7 حدود 5,600 افغانی، کارمند پوست 6
حدود 6500 افغانی و کارمند پوست پنج نیز حدود 8000 افغانی معاش دریافت می کند. در گذشته معاش پوست پنج حدود 5600 افغانی، معاش پوست هفت حدود 6200 افغانی، معاش پوست شش حدود 7500 افغانی و معاش پوست پنج نیز 9200 افغانی بود. به این ترتیب معاش کارمندان پایین رتبه اضافه نشده بلکه کاسته شده است. همچنان در روزهای اخیر حکومت غنی به معاش این کارمندان 2000 افغانی اضافه شده که همان پول نیز کم شده است. برخلاف گفته های طالبان، تنها معاش کارمندان بلند رتبه را کاهش داده اند که با توجه به بلند بودن آن سودمندی برای طبقه غریب جامعه ندارد. به گونه نمونه، در گذشته رئیس جمهور حدود 4,80,000 افغانی معاش می گرفت، اما در حال حاضر برای رئیس الوزراء 198,250 افغانی تعیین شده است. و این ترتیب وضعیت برای رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان خیلی تغییر نکرده است. او در کنار این معاش کرایه خانه و پول دسترخوان نیز می‌گیرد که ممکن است امتیازش از 300,000 یا 400,000 افغانی فراتر رود. در کار شیوه همچنان معاشات امتیازی و آنتی ای پابرجا است. حتی در بخشی از کار شیوه گفته شده است که اگر فرد متخصص حاضر به کار با پول کم نباشد، بر اساس شرایط خاص با معاش آنتی ای استخدام شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید.